زه جاوید هوتکی ما په واشنگتن ایالت کې اوسېږم او تاسو چې څنګه ګورئ داسې د اختر شپې ورځې دي او موږ هم دلته په کینټ واشنگتن کې اوسېږو. خوشحاله یم چې مزدار د خدمت ګرځم هغه افغانانو ته چې دلته په واشنگتن ایالت کې اوسېږي. لکه څنګه چې تاسو دوستان پوهیږئ مخکې دلته په واشنگتن ایالت کې شپږ کاله مخکې چې موږ راغلو دونه د افغانانو دوکانونه نه ول. دلته یو دانه د افغان دوکان او هغه سره به هم دونه سهولات او دونه شیان نه وو چې د افغانانو ضرورت و. نو فعلا الحمدلله دلته واته د افغانانو دوکانونه جوړ شوي دي او موږ هم بیکری ده دلته تازه کلچې وطنۍ کلچې لکه څنګه چې ګورئ تاسو تصویر کې دا وطنۍ کلچې لرو. دلته بغلاوا او ډوډۍ دوه درې رقمه ډوډۍ وچې میوې هر څه د ضرورت چې د ورخور ضرورت دی هغه ټول موږ سره دلته موجود دي. امسال متفاوتر از سالهای دیگه است بنا به دو سه دلیل. یکی که قبل از امسال ما تجربه دکانداری نداشتم من حیث یک مشتری، ولی دوچار مشکلاتی بودیم که بعضی موادایی که ما و شما رواج داریم معمولا در ایدا می داشته باشیم پیدا کردنش کمی مشکل بود و خوشبختانه در این اید من خودم دکاندار هستم و از تجاربی که قبلا داشتم در این مسلک استفاده کرده آمادگی خوبی به خاطر اید داشتیم. بله، میوه خشک، شیرینی باب، کلچه، کیک از هر لحاظ آماده بودیم و الحمدلله در این اواخر تعداد افغانای ما به این شهر خیلی زیاد شدن و رفت آمدشان همه روزه جریان داره. بله الحمدلله خوب مصروف هستیم با ایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. نام سید بسم الله رضوی، یکی از سهامدارای مارکت 786 مقیم کنت ایالت واشنگتن. بله، ما نسبت به سال گذشته چون اولین ایدی است که ما تجربه کستومر بیشتر و وطندارای بیشتر اینجا ما پذیرایی میکنیم. دقیقا سال گذشته در عید سعید قربان بود که ما یک تجربه داشتیم، اما این سال ما تجربه کافی پیدا کردیم و تدابیر بیشتر گرفتیم. میفهمیدیم که وطندارای ما از سراسر سیاتل پیش ما میاد و خوشبختانه مارکت 786 بزرگترین مارکت خوراک فروشی افغانا در واشنگتن است. ما یقینا جنس های مختلف آوردیم، از جمله میوه‌جات خشک و شیرینی باب مختلف وطنی و بعضی کشورهای دیگر هم همچنان آوردیم. من شخصا خودم مینیست یک شهروند افغان، بیشتر از 5 سال است که در ایالت واشنگتن زندگی میکنم. تجربه تلخ داریم از اینکه یک مارکت افغانی وجود نداشت. مشکلات به حد زیاد بود. بعضی ها ناگزیر کالیفرنیا میرفت یا بعضی ها بی سی یا بریتیش کلمبیا میرفت، اما امروز خوشبختانه مارکت های افغان در ایالت واشنگتن تأسیس شده و تا حد 99% مشکلات افغان ها را حل میکنند.